یکی از رفقا به من میگفت 2000 نگو، چون 2000 کسی نمیفهمه. واقعا اینجوریه؟ چون 2000ی الان نیست دیگه. 2000ی که نه، 2000 یعنی 2 ریال. رفقا بعضیا همون 2000 2000 آبرو اسیرشون میکنه، 2000 آبرو، رو در وایسی. ببین گاهی از اوقات خدا به ته دلت نگاه میکنه، میبینه تو یه ذره برات مهمه اهل دنیا درباره تو چی بگن. خدا به ملائکش میفرماد این مال نیست، بندازید دور. اصلا داخل آدم حساب نمیکنه. حالا شما برو بگو بابا خدایا چرا ما رو تحویل نمیگیر؟ به خدا بابا ما یه غلطی کردیم بود ته دلمون گوشه، یه ذره غلط کردیم نفهمیدیم. شما کتابیا ما کو آخه اونجا هست، آخه بیرونش نمیتونی بکنی که. خب من چی کار کنم؟ یه ذره این ته گود دلم اینجوری دیگه چی کارش کنم؟ حالا یه کمی زجه بزنم اینم چی کار میکنم برات بعدا. یعنی خدا از قبل میبینه تو ته دلت یه گوشش یه ذره اعتبار پیشه لش و لوشای دنیایی میخوای، اصلا دیگه نگات نمیکنه. نه بابا این چی کارش چی مثلا بلش کن. خدا شاهده اینا رو حالا از ما گفتن به ما گفتن که از ما گفتن، حالا ما که کسی نیستیم. یا آقایی رو عقرب زده بود، بعد آوردن پیش امیرالمومنین، خب خیلی ناله میزد و آقا دارم میمیرم. آقا فرمود نترس نمیمیری، یه مدت دو ماهی میگذره، دو یا سه ماه حضرت فرمودن خوب میشی. بعد از دو سه ماه حضرت اون اواخر بیماریشون که دیگه هنوز تو رنج بودن رفتن عیادتشون، گفت آقا من هنوز خوب نشدم، داره پدرم در میاد. آقا فرمود نه دیگه وقتش رسیده که این بدنت داره غالب میشه بر بیماریت و خوب میشی. بعد فرمودن میخوای من بگم چرا اینجوری شدی؟ حکمتشو، چون حوادث عالم حکمت دارن دیگه. یه کسی باشه با آدم بگه خب بد نیست، خیلی خوبه، گاهی اوقات لازمه، بقیهشو باید با فکر و ایمان خودمون با خوف و شوق ببریم جلو. گفت چرا آقا؟ فرمود یه جایی دیدی نشسته بودی با رفقات، اینا پشت سر سلمان فارسی بد میگفتن، به خاطر اینکه من علی ابن ابی طالب رو دوست داره بد میگفتن، به خاطر اینکه شیعه ماست بهش بد میگفتن. تو خودم حالا آدم حسابی هستی، میخواستی دفاع کنی دفاع نکردی. بعد حضرت فرمودن اگه دفاع میکردی جانت در خطر نبود که، نمیزدنت که. اگه دفاع میکردی پولت هم در خطر نبود، ضرر که نمیکردی، تو رو دروازه گیر کردی. گفتی حالا الان رفاقت به هم میخوره، من میگن اوه تو چقدر شلوغش میکنی و اینا، حالا اون یه ذره اعتبار نمیخواد. چرا؟ اون زمان انقلابی بودن این به این بود که از سلمان علی ابن ابی طالب علیه السلام دفاع کنی. چقدر آدم خوبی بوده این آدم که بلا فاصله خدا مجازاتش میکنه، یه عقربی میزنه، یه دو سه ماه به خودش میپیچه. رفقا بعضیا 2000 آبرو اسیرشون میکنه، 2000 آبرو.